به نام خدا هاشی نیوزی ها سلام، لایک و کامنت رو فراموش نکنید. عصر جدید نظامی ایران با یاسین، ایران هشتمین کشور سازنده جت آموزشی در جهان. آموزش خلبانی جنگنده های جت به عنوان یکی از حساس ترین مشاغل نظامی در مراحل متعددی با برنامه هدفمندی به انجام می رسد. این مراحل پس از مطالب تئوری و کار با شبیه سازهای اولیه به پرواز با هواپیماهای ملخی ساده و پیشرفته و سپس هواپیماهای جت ساده و در ادامه جت پیشرفته دنبال می شود و در نهایت خلبانان با نمونه دو کابینه از جنگنده اصلی آموزش دیده و در صورت موفقیت در تمامی این مراحل به عنوان خلبان مستقل جنگنده امکان پرواز می‌یابند. هر یک از مراحل فوق نیازمند در اختیار داشتن هواپیمای مخصوص به خود است. در بحث آموزش خلبانی برای هواپیماهای رزمی در ابتدا دانشجویان با هواپیماهای سبک ملخی در کشور ما مدل PCV به پرواز پرداخته و با اصول اولیه این فن پیچیده آشنا می‌شوند. در مرحله بعدی خلبانان به روی هواپیمای جت منتقل می‌شوند که در اصل آنها را با عصر جت و پروازهای با سرعت بالا آشنا می‌کند. بعد از اتمام این مرحله خلبانان بر اساس نمرات و نیازها برای پرنده‌های مختلف انتخاب شده و یک دوره آموزشی را نیز برای هواپیمای تخصصی خود طی خواهند کرد. جت آموزشی که اخیراً در کشور ما رونمایی شده در حقیقت مربوط به مرحله دوم و تکمیلی آموزش خلبانی جنگی است. صنایع دفاعی کشورمان از هواپیمای آموزشی جت یاسین رونمایی کرد که به صورت کاملا بومی در داخل کشور طراحی و تولید شده است. نکته مهم و قابل توجه در این هواپیما این است که تمام بخش‌های آن و حتی موتورها به عنوان یکی از حساس‌ترین بخش‌ها در هواگرد نیز در داخل کشور ساخته شده است. امروز در جهان چندین کشور مدل‌های گوناگونی از هواپیمای جت آموزشی پیشرفته را طراحی و تولید می‌کنند، ولی تعداد محدودی از کشورها به طور کامل این نوع هواپیما را طراحی کرده و می‌سازند. لذا جت یاسین از جمله معدود پرنده های جت آموزشی در جهان است که به صورت کامل در داخل یک کشور ساخته می شود. برای نمونه دو کشور کره جنوبی و ایتالیا نیز از جمله سازندگان مهم هواپیماهای آموزشی جت در جهان محسوب می شوند، اما این مدل ها برای بحث پیشران نیازمند محصولات آمریکایی هستند. در ادامه نگاهی به برخی از همرده های کاملا بومی یاسین داریم که نشان می دهد ایران در این حوزه اقدام مهم و ارزشمندی را انجام داده است. البته باید توجه داشت که این هواپیما فعلا در مرحله بالگوشایی رونمایی شده و هنوز تا عملیاتی شدن آن مراحلی را در پیش دارد. آمریکا با T-38 تالون رکورددار است. هواپیمای جت آموزشی T-38 تالون اولین پرنده آموزشی جت با توان پرواز مافوق صوت بود و در کلاس خود رکورددار بیشترین تعداد تولید شده با بیش از 1100 فروند است. این هواپیما در سال 1961 میلادی وارد خدمت شده و امروز در سال 2019 میلادی نیز همچنان با انجام چندین مرحله ارتقا همچنان در بسیاری از نیروهای هوایی جهان از جمله خود آمریکا به خدمت مشغول است. شرکت آمریکایی نورثروپ سازنده این هواپیما است و از دیگر کاربران این هواپیما می توان به ترکیه، تایوان، آلمان، پرتغال و کره جنوبی اشاره کرد. هواپیمای جنگی معروف F-5 نیز بر اساس هواپیمای T-38 طراحی و ساخته شده است. این هواپیما دو سرنشین داشته و از دو موتور توربوجت G-85 ساخت جنرال الکتریک نیرو می گیرد. سرعت نهایی این هواپیما حدود 1300 کیلومتر بر ساعت، ارتفاع پروازی آن 15 کیلومتر، برد عملیاتی آن 1800 کیلومتر و نرخ اوجگیری آن نیز 170 متر در ثانیه است. حضور محکم انگلیس در بازار با جت هاوک. انگلستان را می توان از پیشروان ورود به عصر هواپیمای جت دانست. از اواخر جنگ جهانی دوم تا مدتی بعد از شروع جنگ سرد این کشور به عنوان پیشگام و پیشرفته در این کشور جهان در بحث پیشران‌های جت برای هواپیماها فعالیت می کرد. با ورود رقبای تازه نفس مثل آمریکا و شوروی سابق جایگاه سابق خود را از دست داد، اما همچنان حرف‌هایی در این بخش برای گفتن دارد. طرح جت‌های آموزشی رزمی هاوک از شرکت BAE از آن طرحهایی است که سالها برای انگلیس ها منبع کسب درآمد بوده است. سری جت های آموزشی رزمی هاوک در مدل های مختلفی طراحی و ساخته شده اند و به کشورهایی مثل عربستان سعودی، استرالیا، عمان، مالزی، اندونزی و امارات متحده عربی نیز فروخته شدند. نمونه اولیه این هواپیما در سال 1974 میلادی برای اولین بار پرواز کرده است. این جت دو سرنشین داشته و از یک دستگاه موتور توربوفن مدل توربو مکا آدور
ساخت شرکت رویز رویز انگلیس نیرو می‌گیرد. این هواپیمای آموزشی رزمی توان رسیدن به سرعت نهایی حدوداً 1000 کیلومتر بر ساعت، ارتفاع پروازی 13 کیلومتر، برد پروازی بیش از 2000 کیلومتر در شرایط غیر رزمی و نرخ صعود 47 متر در ثانیه را دارد. آلفا جت محصول همکاری جرمن‌ها و خروس‌های پاریسی. در دوره جنگ سرد بسیاری از کشورهای اروپای غربی به سمت همکاری مشترک در طرح‌های نظامی رفتند و از این طریق سعی در کاهش هزینه و زمان برای طرح‌های خود کردند. یکی از طرح‌های موفق در آن دوره هواپیمای جت آموزشی رزمی آلفا جت بود که به صورت مشترک بین آلمان غربی و فرانسه توسعه پیدا کرد. این طرح توسط دو شرکت داسو از فرانسه و دورنیه آلمان غربی پیگیری شد و موفق شد در بازارهای صادراتی نیز موفق ظاهر شود. حدود 480 فروند از این هواپیما ساخته شده است و به کشورهایی مثل بلژیک، مصر، کانادا، کامرون، قطر، مراکش و نیجریه نیز صادر شده است. این پرنده اولین پرواز خود را در سال 1973 میلادی انجام داده است. این هواپیما که دارای دو سرنشین است از دو دستگاه موتور توربوفن مدل لارزاک ساخت فرانسه بهره می‌برد. این موتور بر اساس کوشش مشترک دو شرکت فرانسوی یعنی SNECMA و توربومکا ساخته شده است. سرعت نهایی این پرنده 1000 کیلومتر بر ساعت و برد پروازی رزمی آن در شرایط مطلوب در حدود نزدیک به 1100 کیلومتر و نرخ اوجگیری در این هواپیما نیز 57 متر در ثانیه است. جمهوری چک، بازیگر کوچک اما قدرتمند در جت‌های آموزشی. جمهوری چک به عنوان یکی از میراثداران شوروی سابق و بلوک شرق و پیمان ورشو از جمله کشورهایی است که شاید برای بسیاری از مخاطبان در بخش هوایی شناخته شده نباشد، اما این کشور کوچک اروپای شرقی در بحث هواپیماهای آموزشی رزمی حرفهای بسیاری برای گفتن دارد. طرح هواپیماهای آموزشی رزمی آلباتروس که توسط شرکت آیرو ودوکودی ساخته شده را میتوان یکی از طرحهای بومی و موفق در این بخش به حساب آورد. طرحهایی مثل L39 آلباتروس و L59 سوپر آلباتروس از جمله پروژه‌های موفق این سری در تولید انبوه و بازار صادرات بودند. پروژه سوپر آلباتروس طرحی بود که با موتور بومی ساخت کارخانجات داخل چکسلواکی سابق ساخته شده و به دو کشور مصر و تونس صادر شد. این هواپیما اولین پروازش را در سال 1986 انجام داد. این هواپیما با دو سرنشین از یک دستگاه موتور توربوفن لوتارف دیوی دو ساخت شرکت پووازک استروجارن لتک موتوری در چکسلواکی سابق بهره می‌برد. این هواپیما به نسبت مدل L39 از قدرت بیشتری در سازه، ارتقا، کاکپیت و موتور قوی تر برخوردار است. سرعت نهایی این هواپیما 865 کیلومتر بر ساعت، ارتفاع پروازی آن نیز 12 کیلومتر، نرخ اوجگیری آن 28 متر بر ثانیه و برد آن در حالت غیر رزمی با بیشترین حجم سوخت داخلی و منابع خارجی 2000 کیلومتر است. یاک 130 از سرزمین تزارها آمد. برای علاقه‌مندان به صنعت هوانوردی، نام یاک 130 اسمی آشنا است. این پرنده در سال‌های اخیر تبدیل به هواپیمای جت آموزشی اصلی ارتش روسیه شده است و موفقیت‌های صادراتی را نیز تجربه کرده است. این هواپیما اولین پرواز خود را در سال 1996 انجام داده است. روس‌ها بیش از 170 فروند از این هواپیما را ساخته و به غیر از ارتش خود این کشور، یاک 130 به کشورهایی مثل الجزایر، بنگلادش، بلاروس، لاوس و میانمار نیز صادر شده است. این هواپیما به دو دستگاه موتور توربوفن مدل AI222 ساخت شرکت روسی سالیوت بهره می‌برد. این هواپیما برای آموزش خلبان هواپیماهای جنگی نسل جدید توسعه پیدا کردن. این هواپیما دو نفر خدمه داشته و می‌تواند به سرعت نهایی 1060 کیلومتر بر ساعت و ارتفاع 12.5 کیلومتر برسد. برد رزمی این هواپیما 555 کیلومتر و نرخ اوجگیری آن نیز 65 متر بر ثانیه است. عقاب چینی به میدان آمده است. هواپیمای FV از جمله موفق‌ترین طرح‌های چین در حوزه هوانوردی به حساب می‌آید. این جنگنده در حقیقت کپی از میگ 21 روسی است. چینی‌ها اما این طرح را رها نکرده و در حرکتی یک مدل هواپیمای آموزشی رزمی پیشرفته را بر اساس آن توسعه دادند. هواپیمای JL9 که به اسم FTC-2000 ملقب به عقاب کوهستان شناخته می‌شود، طرحی چینی است که اولین پرواز خود را در سال 2003 میلادی انجام داده و به غیر از ارتش چین به کشور سودان
صادر شده است. این هواپیمای مافوق صوت با دو خدمه از یک دستگاه موتور توربوجت WP-13 ساخت چین استفاده می کند. این هواپیما می تواند به سرعت نهایی 1.5 برابر سرعت صوت رسیده و در وضعیت پرواز دائم در ارتفاع بالا به برد پروازی 2500 کیلومتر نیز برسد. این هواپیما می تواند تا ارتفاع 16 کیلومتری از سطح زمین نیز بالا برود. نکته جالب این که چین یک مدل از این هواپیما را برای تمرین پرواز از روی ناوهای هواپیما بر توسعه داده و مدلی از این هواپیما به عنوان جنگنده چند منظوره نیز برای بازار صادرات عرضه شده است. کاوازاکی برای سامورایی‌ها هواپیما ساخت. شرکت کاوازاکی ژاپن هواپیمای جت آموزشی T-4 را برای ارتش این کشور ساخته است. این پرنده اولین پرواز خود را در سال 1985 میلادی انجام داده و ژاپنی‌ها بیش از 200 فروند از آن را تولید کردند. از نظر ظاهری شاید بتوان گفت طراحان ژاپنی از دو طرح هاوک انگلیسی و آلفا جت آلمانی فرانسوی برای طرح خود الهام گرفتند. این هواپیمای دو نفره از دو دستگاه موتور توربوفن مدل F3 ساخت صنایع سنگین IHI در ژاپن بهره می‌برد. این هواپیما در ارتفاع نزدیک به سطح دریا می تواند به سرعتی بیش از 1000 کیلومتر رسیده و با سرعت 51 متر در ثانیه اوج بگیرد و به ارتفاع نهایی 15 کیلومتر برسد. این هواپیما توان پرواز تا فاصله بیش از 1600 کیلومتر را نیز دارد. ایران با یاسین به جمع سازندگان وارد شد. اما آخرین کشور اضافه شونده به جمع سازندگان بومی در این بخش جمهوری اسلامی ایران است. طرح هواپیمای بومی یاسین که پیش از این با نام کوثر 88 شناخته میشد از جمله محصولات دفاعی در کشور است که تمامی مراحل طراحی، ساخت و تست آن توسط متخصصان داخلی و بر اساس نیازهای احسا شده در حوزه آموزش خلبانی انجام شده است. نخستین بار در فروردین ماه 1396 و در جریان بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی از این هواپیما به طور رسمی پرده برداری شد و پس از آن نیز در دو دور متوالی رویداد مهم هوانوردی جهان یعنی نمایشگاه ماکس روسیه در سالهای 2017 و 2019 ماکت و مشخصات فنی این جنگنده به نمایش عموم درآمد. طرح یاسین در مدت زمانی در حدود یک دهه توسعه پیدا کرده و امروز گام مهمی در خودکفایی کامل کشور ما در بحث آموزش خلبانان جنگی برای پرواز با هواپیماهای رزمی پیشرفته برداشته است. لذا با توجه به محدودیت‌های فنی و صنعتی کشورمان و عدم همکاری هیچ کشور خارجی در این صنعت، رسیدن به چنین مرحله‌ای قطعاً یک افتخار بزرگ برای نیروهای مسلح و صنایع دفاعی کشورمان است که در آینده نزدیک حرفای زیادی را در این حوزه خواهد داشت.